آقای کاظمی علناً ایسنا اومده نوشته دولت ایران با اجرای حکم جلالی باعث میشه که اقدامات مشابهی که با حمید نوری انجام شده انجام نشه. شما این خبری که الان همزمان با دادگاه حمید نوری اعلام شده رو چطور میبینین، ضمن اینکه میدونم خودتون هم در زندان با آقای جلالی مدتی هم بند بودید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. بله، من مدتی با آقای جلالی همبند بودم در زندان، در هندزگاه هفت زندان اوین، و یکم برام سخته که الان در مورد ایشون صحبت کنم، چون یه علقه عاطفی نسبت بهشون دارم و شرایط دردناکی که ایشون در زندان تجربه کردن از بدو بازداشت، یعنی از همون اردیبهشت 95، و فکر میکنم توی این آخرین بار من 15 ماه پیش ایشون رو تو زندان دیدم. بعد از اون فکر میکنم شرایط سختری هم توی این مدت داشتن. خب اتفاقی که سر آقای جلالی و حمید نوری داره میفته قبلا بارها افتاده، اما با این تفاوت که این بار علناً مقامات جمهوری اسلامی دارن اعلام میکنن که ما قصد اعدام احمدرضا جلالی رو داریم، که دیگه این اتفاق در مورد اشخاصی مثل حمید نوری نیفته. در موارد گذشته همواره کتمان میکردن، حتی در مورد همین مورد اخیر آزادی نازنین زاغری و آقای آشوری و اینها هم کتمان میکردن که اصلا هیچ ارتباطی به مذاکرات نداره، انسان دوستانه است. این بار دیگه پرده ها رو کنار زدن و رسما هدف گروگانگیری خودشون رو اعلام میکنن. این در راستای همون دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامیه که من قبلا در برنامه شما هم اشاره کردم. تا زمانی که کشورهای غربی به این بازی تن بدن، این قصه ادامه خواهد داشت. یعنی امروز احمدرضا جلالی، فردا احمدرضا جلالی های دیگر، از سوی دیگه پرونده آقای جلالی شبیه پرونده مازیار ابراهیمیه. حتی نوع اتهامات و همون بحث ترور دانشمندان هسته‌ای که در پرونده آقای مازیار ابراهیمی هم بود، اینجا هم مطرحه. هر قدر که اون اعترافات واقعی بود، اینجا هم واقعی. آقای جلالی، من از خودشون شنیدم که تا روزی که ایشون رو به قتل همسر و فرزندشون در سوئد تهدید نکرده بودن، ایشون تن به اعترافات اجباری ندادن، و این واقعا اتفاق دردناکیه. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از ترکیه، ممنونم از توضیحاتتون.